حامد این چیزو چیز سرش کن. بلش کن بابا، بلش کن، هیچ چیزی بل کن دارم. بلش کن، بلش کن. به تو چه آخه چیه تو؟ به من مربوطه. چی کار داری؟ باز بشه کتکم میخوری. بلش کن دارم. آره این حرکت خطرناکه. من قاطی خواهر برادریتون نکن لطفا. چیه الان منفعت نداره، توش پول نیست، شریک نمیشی نه؟ من مثل تو هم دو هرچی توش پول دوست داری. سر من برچی داد میزنی؟ ببخشید معذرت میخوام، اعصابم خورده، بگیرش لطفا. میشه من بهش زنگ نزنم؟ چرا چرا؟ برای اینکه اون الان اگه جواب منم نده برای هر دومون خوب نیست. با اون وضع مالی که داشت و هیچ نیازی به کار کردن خانمش نداشت، چون اون دوست داشت بیاد سر کار، اجازه داده بود بیاد توی محیط کثافت بیاد کار کنه. اونم همیشه میگفت که شوهر من یه تیکه جواهره، بلند میگفت، دوست داشت همه بشنون. یه تیکه جواهر. اینجا سرزمین عشایر و عشق و افسانگی است و در سرسبزی و صفا و سادگی نظیر ندارد. بله جناب سنگ، اون شبی که این عکس‌ها رو گرفتیم شب تولد من بود. با دوستام رفته بودیم بیرون برای شام. بعد از اینکه از پیتزا فروش اومدیم بیرون، رنا یکی از دوستام با این عروسک تبلیغاتی جلوی رستوران از ما چند تا عکس گرفت. امروز که من داشتم عکس‌ها رو پرینت می‌گرفتم متوجه این دختر بچه شدم. این دختر بچه رو منظورم بارک زرین از کجا می‌شناسید؟ عکسش تو روزنامه ما هم چاپ شده بود به عنوان گم شده. من تو قسمت حوادث روزنامه کار میکنم، بفرمایید. یه جوری خبر رو برات پخش میکنم که خودت بم. مهم اینه که دست اوله. استخدام؟ کی گفته ما اینجا قراره کسی رو استخدام کنیم؟ نبر آقا، نبر. ببر پدر جان، ببر مسئولیتش با من. اینجا چه خبره آقای جعفری؟ سلام. همون تن بیجونی که رو اون تخت افتاده مرد منه. سایه سر منه. همه چیز منه. من دلخوش حرف نزدناشم، دلخوش ندیدناشم، دلخوش خیال داشتنشم. پس شما هم برین، برین و بذارین من دلخوش همین به ظاهر داشتنش باشم. برین خانم. الو آقا. دیر دادی آقا. من نمیدونم شما کی هستیم، با شوهر من چی کار داریم. فقط خواهش میکنم جون هر کیو دوست دارین کارش نداشته باشی، بذارید بیاد خونه. میاد دیگه، هم زنی نزن. الو 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 الو. الهه تموم شد، حالا نوبت منه، درسته؟ ولی اون به خاطر تو میخواد این معامله رو با هم بکنه. به خاطر خودخواهی های خودشه، میخواد اون بچه سالم باشه، همین. ازش مراقبت میکنم، خیالتون راحت باشه. رحمه اجاره زندگی منو تغییر میده. البته یه چیز دیگه هم گفتن. چی؟ ایشون فرمودن به ندا بگید دیگه نگران اون مسئله هم نباشن، چون برای همیشه حل شد. حل شد؟ میخوام یه چیزی نشونت بدم. چیه؟ مردی که معشوق شراب باشه و همسر شمشیر آب دیده، کامش با فرات ناشنا میشه، رجزش ان رجل میشه و سوقات سفرش سر بریده. دنیاش کیسه تلاس، آخرتش حسرت نقره. تو اینجا وسط این بیابون چه میکنی؟ خیلی چیزا داری که هنوز نمیدونی. فقط میتونم بگم صاف باش مثل آینه. اینجا تو این سکوت همه چی پیدا میشه اگه درست بگردی.